سازمان ملل اعلام کرد در سال 2018 میلادی حدود 17 هزار بمب، کمربند انفجاری و انواع دیگری از مواد منفجر در عراق خونسا شده است و ادامه این مأموریت مخاطره چندین سال طول خواهد کشید. پیر لودهامر رئیس اداره مینزدایی وابسته به سازمان ملل در عراق گفت حدود 100 هزار ساختمان ویران شده در عراق وجود دارد که عناصر داعش هنگام عقب نشینی مواد منفجره زیادی از جمله بمب‌های دستساز را در آنها کار گذاشتند. به افزود احتمالا بخش اعظم عملیات پاکسازی ده سال طول خواهد کشید و این در حالی است که دو میلیون آواره منتظر بازگشت به مناطقشان هستند. لودهامر همچنین گفت طی سال 2018 تعداد 17 هزار بمب خونسا شد که شامل 2000 بمب دستساز و 782 کمربند انفجاری بود که بیشتر آنها به اجساد عناصر داعش بسته شده بود. سنی های تندروی داعش مدت سه سال کنترل شهر موسر را در دست داشتند و بعد از پایان جنگ در سال 2017 سازمان ملل معموریت خود را برای مینزدایی این شهر و مناطق دیگر آغاز کرد. لودها مرفزود، کارشناسان سازمان ملل تقریبا در هر مکانی مواد منفجره پیدا می کنند. این ماموریت همچنین در فلوجه، تکریت و کرکوک انجام می شود و دامنه ی فعالیت کارشناسان به سنجار نیز رسیده است.